قصه های قد و نیم قد. سلام، اسم من منصوره. من ورزش کردن رو خیلی دوست دارم، مسابقه دادن رو بیشتر. شما چطور؟ امروز میخوام براتون یه قصه بگم درباره دختر کوچولویی که با یه اژدها مسابقه میده. اسم داستان هست لیلی و مسابقه با اژدها. پنهان از چشم مردم شهر در نقطه دور افتاده یه جایی بود به اسم مدرسه موجودات مرموز مندرآوردی. دور این مدرسه رو شمشادهای بلند گرفته بود و مردم شهر وانمود میکردن که همچین جایی وجود نداره. یه روز صبح دختر کوچولویی به اسم لیلی داشت میرفت خرید که ناگهان صدای قرشی از پشت اون شمشادا شنید. بعدش هم چند تا صدای تاپ و توپ و بعد بازم یه قرش. لیلی که دختر کنجکاوی بود فوراً از تیر چراغ برق بالا رفت که ببینه اون پشت چه خبره. پایین رو که نگاه کرد دید که زیر پاش یه اژدهای غمگین داره یه توپ زرد و بالا و پایین میندازه. لیلی از اون بالا داد زد: سلام، تو چرا ناراحتی؟ اژدها که خبر نداشت یکی داره نگاش میکنه چند متری از جاش پرید، اما بعد خیلی آروم بال زد و نشست روی زمین. بعد بالا رو نگاه کرد و گفت: میخوام تنیس بازی کنم، اما هیچ کس پیدا نمیشه با هم بازی کنه. لیلی پرسید: آخه چرا؟ اژدها گفت: از هم کلاسیام خواهش کردم تک شاخ سعی کرد بازی کنه، اما سمهاش کارو خیلی سخت میکردن. تازه یه چندتایی هم توپ توی بازی پاره شده. از پریای دریایی هم خواستم، اما اونا فقط میخواستن واترپولو بازی بکنن. جنای پیندوز هم که قدشون به تور نمیرسید. لیلی گفت: ای بابا، اژدهای دیگه ای پیدا نمیشه که باهاش بازی کنی؟ اژدها گفت: چرا؟ اما اون فقط دوست داره کباب کوبیه درست کنه. همینو بس. لیلی گفت: چه حیف، اما من میتونم باهات بازی کنم. اژدها گفت: چه عالی، فکر کنم چندتای راکت اضافی دارم، اما بیشترشون گوشه هاشون سوخته. لیلی از تیر چراغ برق پایین پرید. اژدها سرفه محکمی کرد و یه شکاف وسط شمشادا باز شد و لیلی ازش رد شد. اژدها پرسید: تا حالا بازی کردی؟ لیلی گفت: بله که بازی کردم. بعد یه راکت برداشت و با مهارت لای انگشتاش چرخوند و گفت: خیلی هم بازیم خوبه. وقتی که مشغول تمرین بودن، لیلی متوجه شد هر بار که اژدها به توپ ضربه میزنه یه شعله کوچیک از دهنش میزنه بیرون. اژدها گفت: حاضر یه گیم واقعی بازی کنیم؟ لیلی گفت: حاضرم. اژدها تا میتونه ضربه های محکم به توپ زد. وقتی با فورهند توپ رو مستقیم انداخت توی زمین لیلی، لیلی با یه بکهند عالی توپ رو پرتاب کرد به سمت مخالف. اژدها بازیش خیلی خوب نبود، اما یه برتری مهم داشت و اون این بود که میتونست پرواز کنه. واسه همین وقتی میومد نزدیک تور، لیلی نمیتونست توپ رو از بالای سرش رد کنه. البته دستای اژدها اونقدر کوتاه بودن که لیلی میتونست حسایی با ضربه های بلند کلافش کنه. لیلی اونقدر ضربه های بلند زد که تونست گیم اول رو ببره، بعد هم دومی و پشت سرش سومی. اژدها خسته و شکست خورده روی زمین ولو شد. بعد یه صدای قلقل عجیبی از توی گلوش بیرون داد و گفت: خیلی خوش گذشت. لیلی تازه فهمید اون صدای قلقل بامزه خنده اژدها بود. لیلی گفت: خیلی بازنده خوش اخلاقی هستی.
کاش همه مثل تو بودن. اجدها گفت راستشو بخوای وقتی اجدها با هم مسابقه میدن جریمه بازنده اینه که به مدت یک هفته آتیششو ازش میگیرن. تو این بازی دست کم خیالم از این بابت راحته. اجدها تعظیم کوچولویی کرد، لیلی هم همینطور، و بعد با هم دست دادن و خداحافظی کردن. لیلی از شکاف لای شمشادار رد شد و با لبخندی به لب راه افتاد به سمت مغازه ها. اما به کلی فراموش کرده بود که مامانش بهش چی سفارش کرده بود که بخره. بچه های عزیز، امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه. الان بهتون میگم شب بخیر و تا دفعه دیگه.